برنامه خدا، سلام بر شما. با برنامه نگرش خوش آمدید. نیروهای نظامی کشور عملیات تصفیه‌ای را در دندقوری ولایت بغلان را اندازی کرده است. در این عملیات حدود 20 مخالف مسلح کشته شده است. برامون این موضوع بحث داریم در برنامه امشب نگرش. من مصطفی فیضی هستم. مهمانان من در استودیو آقای شایان فریور، عضو شبکه نهادهای جامعه مدنی بغلان، و آقای کابل خان، تدبیر آگاه نظامی، و از طریق اسکایپ عبدالستار بارز، والی بغلان، نیز در بحث با ما شریک میشن. آقای فریور، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. و جزئیات تازه کدام ها است؟ شما چه جزئیات تازه از این عملیات دارین که در دندقوری ولایت بغلان آغاز شده؟ به نام خدا، سلام به شما و سلام به بیننده های تلویزیون آریانا. گزارشی که از طریق اعضای شبکه جامعه مدنی و دوستایی که با بغلان بودن بر ما رسیده است که عملیات در ولایت بغلان امین اکنون به شدت روان است و خوشبختانه نیروهای دولتی ما پیشرفت‌های چشمگیر دارند و با تلفات کم و وارد کردن صدمات و تلفات بیشتر به طرف مقابل. تفاوت این عملیات با عملیات‌های قبلی در چی است؟ در گذشته ما شاهد بودیم که بعضی اوقات عملیات‌های راه اندازی شده بود. خب عملیات‌های گذشته یک مقدار در حقیقت تدافعی بود و دستپاچگی داشتن به خاطر اینکه ساحات دیگه سقوط نکنم و سردرگمی که وجود داشت نمیتونستن یک نظم و مدیریت خوبه برای عملیات داشته باشن، ولی خوشبختانه این عملیات انسجام یافته و برنامه شده تطبیق میشه و میشه بگویم که یکی از برنامه های سنجیده شده نظامی است که در حداقل در یک سال اخیر ما از نیروهای امنیتی دیدیم. یعنی این برنامه موثر تمام خواهد شد؟ حداقل از سه شب که عملیات شروع شده شب گذشته تا هم اکنون، به دلیل از اینکه بیشتر در جنگ جامعه مدنی، چشمانداز جامعه مدنی است که خب جنگ خوب نیست، ولی بالاخره بعض جنگ ها نیاز است و باید صورت بگیره. در جنگ بیشتر افراد ملکی، زنان و اطفال صدمه میبینند، ولی خوشبختانه گزارشاتی که رسیده در این حساب این یک چیز قابل یادکرد وجود نداره که تلفات به افراد ملکی رسیده باشه، در حالی که نیروهای طرف مقابل دولت مردم ملکی را سپر ساختن و امی باعث شده که یک مقدار در پیشرفت دولت کندی وجود داشته باشه. ولی برنامه سنجیده شده است، تا حالی که ما در جریان هستم بیشتر از 10 نفر از طالب ها به قتل رسیدن و بیشتر از 10-20 نفر هم زخمی شده و از طرف دولت 1 نفر به شهادت رسیده و 1 نفر هم زخمی است. متاسفانه. تشکر آقای تدبیر. فکر میکنید راه اندازی چنین عملیات ها میتواند صدمه آنچنانی بر پیکر مخالفان مسلح دولت افغانستان به خصوص طالبان در ولایت بغلان داشته باشد؟ تشکر. سلام و درنخت تاسو دیرانه تلویزیون محترم لیدونکو و تاسو محترم ملمته. دما برداشت داده چی که چرتا موږ تیرو 15 کالو کې د افغانستان د اردو او یا نظامي قوتونو عملیات ته لږ دقیقه توجه وکړو. موږ تر اوسه پورې هغه عملیات چې دي نظامي عملیاتو مسلکي څیره ولري، تر اوسه پورې موږ د هغو داسې بارز مثال نه دی لیدلی. په ځینو ولایتونو کې داسې مثالونه شته وجود لري، لکه په قندار کې یا په ځینو نورو سیمو کې، چې هغلته تر یو حده پورې مسلکي عملیات د افغانستان د اردو او پولیسو قوتونو لخوا شوي دي، ولی په نورو سیمو کې د موږ دپاره زه داسې فکر کوم د یو نظامي په حیث باندې چېرته چې جنګ او جنګېدونکي په اړه باندې دقیقه احصایه وجود ونه لري، ته نشې کولی چې د جنګ د بریالیتوب او یا د هغه د دستاوردو په باندې خبرې وکړي. موږ څه وخت مخکې په دندقوري کې د یوې موقتی سولې شاهدان وو چې هغلته د قومي مشرانو، خلکو او د افغانستان د نظام یا د افغانستان د قومونو قبایلو چارو د وزیر ترمنځ یو موقته سوله وشوه چې دوی به په سرک آقای تدبیر با معذرت، طالب والی
که وصل شده میخوام بحث با آقای بارز دادم بوده. آقای بارز سلام. سلام به شما و همکارای عزیز. آقای بارز، آخرین جزئیات از عملیات امروز چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و شرافتمند، عملیات ساعت 4 شروع شد و تا کنون دوام داره. دشمن در ساحات نیازی ها و در قطع به خط منظم مقاومت کرد و توسط رشادت و دلیری قوای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خوشبختانه که مورال بسیار عالی و وطن پرستی داشتن، این خط دشمن شکستاندن که دشمن تا کنون 18 کشته و 7 زخمی داره. در جمله کشته شده یکیش به نام ملا بشیر و دیگهش به نام ملا جمدین می باشه و دو نفر از هر گروپ های از اینا به نام عمر جیجنگ و مقاری ظریف زخمی است. قریه ای ساحه در دست قوای مسلح است. مردم همکاری بسیار جدی با قوای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ای ساحه می باشد. بله، آیا مردم محل، کسانی که در اونجا زندگی میکنند، اونها پیجا شدن در این همه عملیات، در این درگیری که حالا شما شرک کردین، در نخست مخالفان مسلح کمان و طالبان بودن، مقاومت کردن، یا مردم در خانه های خود هستند؟ خوشبختانه مردم خانه های خود ترک نکردن. قوای مسلح چون فرزندان بسیار عزیزی از این مردم است، با بسیار احتیاط پیش رفته راشتن. بلطف خداوند هیچ زخمی از مردم حتی نداریم. بله، آیا مخالفان مسلح که همانا در دندغوری دقیقاً طالبان است، اونها مردم محل را، مردم ملکی را سپر قرار ندادن؟ دقیق، تمام ساحاتی که امروز جنگ میکردن از خانه های مردم، از خود مردم با سپر استفاده میکردن. روی از این دلیل قطعات ما بسیار شمرده و سنجیده شده پیش رفتن و امی درایتشان و امی سنجششان بود که ما بلطف خداوند موفق هستیم که مردم عزیز ما در اینجا آسیب نبینند. بله آقای بارز، شما در چند لحظه پیش اشاره کردین که 18 کشته و 7 زخمی مخالفان مسلح داشته. حالا بر نیروهای امنیتی افغانستان، به نیروهای امنیتی افغانستان کشته و زخمی نداشتن؟ با کمال تاسف یک موتر اردوی ملی با ماین جابجا شده در مسیر را برابر میشه که یک شهید و 6 زخمی از اردوی ملی داریم و با یک موتر دیگه ما که باز هم با ماین دشمن برابر شد، از پلیس 2 شهید و 1 زخمی داریم. بله، آیا عملیات رهبریش در نزدیکی است شما یا اینکه کدام شخصی از مرکز برای این عملیات فرستاده شده؟ قماندان سوق و اداره به دست جنرال حمید قماندان قول اردوی زون شمال است. بله، آیا نیروهای امنیتی مشترکاً کار میکنند یا اینکه تنها ارتش اونجا فعالیت دارد؟ در این نبرد عادلانه اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و قطعات خاص و ویژه وزارت محترم داخله، دفاع و امنیت ملی سهم دارند. بله، آیا در جمع کشته شدگان هوایی خارجیان هم وجود دارد یا خیر؟ دقیقاً اشاره این بر مخالفان مسلح کمان و طالبان است. خب شما دقیق میپذیرین که تشخیص کشته شده بعداً از طریق مردم شناسایی میشه و به اطلاع عامه رسانیده میشه، چون ساحه جنگ است و همکنون جنگ جریان داره.
تفریق داخلی و خارجی تا کنون نشده، فقط 18 کشته داره که مردم سر از او پافشاری داره. بله آقای والی، راه اندازی این عملیات در دندغوری چه تأثیری میتونه داشته باشه بر امنیت تمام ولایت بغلان و ولایت‌های شمالی؟ شما دقیق آگاهی کامل دارین که بی‌امنیتی‌های بدخشان، تخار، قندوز و سایر ولایات همگیش از ولایت بغلان سرچشمه میگیره. وقت مرکز دشمن آسیب ببینه، تأثیر مستقیم به ولایت همجوار داره و ما ایمان داریم چون حمایه مردم شریف، نجیب و آزادمنش ولایت بغلان که مجاهدین بسیار با نام و نشان کشور ماست، با قوای مسلح است. قوای مسلح در این نبرد عادلانه پیروز خواهد شد و در سراسر بغلان این عملیات راه اندازی میشه تا آخرین نقطه این ولایت. بله، این عملیات تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ تا زمان محو و نابود شدن تمام مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت بغلان یا اینکه تنها به خاطر تصفیه دندغوری؟ دقیق تا زمان محو نهایی دشمنای مردم افغانستان در ولایت بغلان. بله آقای، بفرمایید. برای محو یا مردم بغلان خوشنود هستن از راه اندازی این عملیات در دندغوری؟ این تقاضا تقاضای مردم ولایت بغلان بود که عملیات توسط قوای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان برا انداخته شد. بله، فکر نمیکنید آقای ولی که راه اندازی این عملیات تصفیهی ناوقت انجام شده؟ این گونه عملیات ها باید قبلا هم انجام میشد؟ باید انجام میشد و عالم به موقعش اجرا شده و انجام شد. تشکر آقای بارس. تشکر شما. بنده های عزیز، آقای عبدالستار بارز والی بغلان بود که از طریق اسکایپ با ما وصل بود. آقای تدبیر، بحث با شما ادامه میدیم. آیا این گونه عملیات ها نتیجه آنچنانی میتونه داشته باشه؟ په ډیر تعصب سره زه داسې فکر کوم چې تر څو پورې چې موږ د جنګ نه دقیقه احصایه ونه لرو، د خپل مخالف شناخت ونه لرو او موږ ته د افغانستان د دولت مخالف، زه د یو نظامي په حیث باندې داسې فکر کوم چې په دې سیمه کې د افغانستان د دولت مخالف چې د طالب تر عنوان لاندې ده، نه تنها هغه جنګیږي بلکې په دې سیمه کې کرایي جنګیالي موجود دي چې هغه جنګیږي. د کندوز موضوع موږ د هغې شاهدان یو، د بدخشان د موضوع موږ شاهدان یو. دا شوالی سویایی چی دی بغلان ندا نور ویلاتو دا صدام راسیگی زده سپیکر کوئمه چی دی افغانستان دی اردو لخوا ندی والی لخوا باید دا احسایه ورکل چی دلتا دخمن لکومی خوانه نفوس کهی ساحت نفوس دی دخمن لکوم ارخه دا لکومی سیمه ندا او لکومی سیمه ندا اسی پذیره دی. حقیقت دا چی بوک پچترال که بدخشان لاری یولوی سرحد لرو لار لرو موږ له پاکستان سره او د ډیورن د کرکې هغې خوا نه خلک راځي چې د هغه د خوستک درې ته داخلیږي او د خوستک درې نه نه تنها بدخشان بلکې تخار، کندوز، بغلان تر خپل تاثیر لاندې راوستی شي. او که چېرته د چریکي جنګ اصول څوک رعایت کړي، زه داسې فکر کوم چې چریکي جنګ کې تاسو په دې باندې پوهېږئ چې چریکي جنګ اصول دا دي چې چریک تنها غلچکی حمله کوي او دوی غن تختی پخې سپکوي. د هغه دپاره داسې عملیات کول چې هغه جبهې عملیات یا او تا سره په جبهې جنګ کې دی وجنګېږي، د هغه آمدګي دی نه لري. حالا چند لحظه پیش آقای والی اشاره کرد که در نخست مخالفان مسلح در دندغوری خن مقاومت کردند. په یقین سره چریکي جنګونو کې هم مقاومت موجود وي، ولې داسې اصول د چریکي جنګ سره ګدي. اصول د چریکي جنګ دا دي، په چریکي جنګ کې تر ټولو معاصره حربه چې دغه استخبارات دي، هغه استخباراتي معلوماتونه دي او استخبارات تر هغه کې تر ټولو معاصر دي. استخبارات وظیفه څه ده په چریکي جنګ کې؟ چریک د شا دپاره یو تمځای باید ولري،
چرته چې د خپل زخمی انتقالی چرته چې د اکمالیږي د کمیسی بنج د هدایت ورکول کی او قمانده اخلي دغه منطقه باید تر نفوذ لاندې د اردو راوستل شي او وروسته له هغه عملیات شروع شي. زه داسې فکر کوم چې دغسې عملیات لکه دا اوس چې جریان لري که تاسې چېرته د سیمې له جغرافیا سره بلدي یا د ډنډ غرونه به دغه سمنګان ته ډېر اسان تګ راته کېږي، کندوز ته ډېر په سادګۍ سره تګ راته کېږي، د مزار سیمو ته تګ راته کېږي چې دغه سیمې ټولې خلاصې دي او دا د افغانستان د اردو په توان کې نه ده چې دوی په ټوله سیمه کې پوستې افراز کړي او یا دوی امنیتي کمربندونه واچي. بس مشخصا این ګونه عملیات ها میتونن نتیجه مؤثر داشته باشد؟ عملیات د ما برداشت داده چې موږ د اردو کمزور سي په نمایش باندې ږدو هغه تر یو حده پورې معاصر ده، ولې د دغو عملیاتو د معاصریت اصلي ټکی دا ده چې که چېرته ته کومه سیمه له دښمن نه نیسې هغلته ته باید دوامدارې پوستې افراز کړي، د هغو د اکمالاتو باندې به امکانات ولرې، له تا سره باید هوایي ځواک موجود وي، د هوایي ځواک نه علاوه استخباراتي ځواکونه د تا په سیمه کې باید جیب جی سوي او د هغو له طریقه نه معلومات ترلاسه کړي. دا چې والي صاحب د سیمې د امیر په حیث باندې هغه حق د نظر لري، هغه کېدای شي له جریان کې واوسي، ولې ماته د یو نظامي په حیث باندې د دغسې عملیاتو مؤثریت په دغه شکل نه ده چې موږ مستقیماً په دښمن باندې ورسو، بلکې د دښمن معاصره د استخباراتي د کمینونو افراز د استخباراتي معلوماتو درلودل د دښمن محاصره کول له څلورو خواو نه که ته دښمن ته د منډې لار پرېږدي یا د تښتې لار ورته پرېږدي ته یقینا دا عملیات بریالي نه دي. اما یک چیز دیگر باید در نظر داشته باشیم، آقای تدبیر، که چند پیش دند غوری در یک تفاهمنامه برای مخالفان مسلح کمان طالبان بود دقیقا سپرده شد، فکر نمیکنید که اینجا نیاز بود که ما هسته گذاری که شده بود را از بین می بردن با این گونه عملیات ها؟ زه ترکومه هده پروسی زه خبری اما در دیگوری دی افغانستان دی دولت مخالفین و تنه بلکه دی افغانستان دی اقوام و قبائل و وزیر دی سیمی لسپینگی رو سره یو تفاهم لکه مذاکره یو چی دی با دغه مخالفین دی حقو جلوگیری بکی دی حقو نبا مخنیوی که ترسو دی پا دولتی پوستو او یاد پا ولایت بانی حملی و کی چی تر یو حد پوری دغه جلوگیری هم سویه و ولی دلتا ما بیر زیاد اسی پذیر نقاط لرو دی افغانستان دی اردو دی افغانستان دی امنیتی زواکونو دی پارا دی بغلان ولایت نا دو لوی لاری تیری یه ولاره کابل له مزار شریف سره وصلی او بل لاره کابل له کندوز او بدخشان سره وصلی. دغه مهمه لارې چې د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي لارې دي، د دغو لارو ساتنه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو کار ده چې دوی باید وساتي. د دغې لارې د ساتنې لپاره کله کله پخوا هم په جنګونو کې دغسې تجربې سته چې د همدغسې سپینګیرو د همدغو قومونو د مشرانو یا د قبیلو د مشرانو نه استفاده سوې ده ترڅو هغوی یو تضمین ورته ورکړي دولتته. نتیجه یو مشکل چې موږ د افغانستان په نظام کې لرو هغه دا ده چې موږ په افغانستان کې نه په نظامي فعالیتو کې او نه په ملکي فعالیتو کې موږ په نظام کې هماهنګي نه لرو. دغه عدم هماهنګي او دغه عدم د معلومات دغه شی د افغانستان استخباراتي ادارې یو له بل سره شریکوي، هغه څه چې موږ په نظام کې تشریکي مساعي ورته یایو د هغه عدم موجودیت د دې باعث کیږي چې موږ په نظام کې تلفات ورکو او موږ په دې باندې کمزوري کوي چې موږ د افغانستان د حکومت دقیق تشخیص کړو. ګورئ په افغانستان کې څو پروسې د خارجیانو لخوا پلې شوې چې هغه د ډي ډي آر تر عنوان لاندې وه یا نورو عنوانو لاندې، دلته د افغانستان د اردو نه وسلې ټولې شوې او وسلې اره او قلم شوې. نن د افغانستان اردو په داسې پوزیشن کې ده چې هغه وسله چې طالب لري هغه د افغانستان اردو لري. یو رینجر باندې ته نشې کولی د یوې دومره پراخې سیمې امنیت ونیسې چې هغه ټولو خواو ته سرحدات ولري، هغه له تاجکستان سره سرحدات لري، دا له پاکستان خواته لارې لري، د ډیورنډ کرښې ته لارې لري. دغه سیمې د دغو مسایلو دپاره د افغانستان اردو د افغانستان نظام باید یوه دقیقه څېړنه، ما پخوا هم په خبرو کې ویلي دي، د ما یو پیشنهاد دا ده چې په دغو مسایلو کې د افغانستان نظام باید له ملکي غزن نه محفوظ ووسي. ملکي غزن که هغه تقسیم د قدرتي که هغه د تقسیم د چوکیو وي، د افغانستان نظام د افغانستان د بچیانو په سر باید قمار ونه وهل شي او دغه ته ډېره دقیقه توجه وشي. تشکر سورسه بحث پرې وکړو انشاءالله. آقای فریور، حالا به چند ماه قبل به تفاهمنامه با کیها امضا شد؟ با طالبان یا با بزرگان قوم آن محل؟ چند ماه قبل از پشت تریبیون شما ما بیاد دارن گفتیم که این تفاهم نامه دند غوری را به وزیرستان ثانی تبدیل میکنه و باستا با پس لرزه هایش در سطح ولایات شمال به ویژه شمال شرق خودش به عنوان یک آسیب بزرگ نشان میده. پس اون تفاهم نامه نتیجه نداد؟ و امروز نتیجه داد.
بر طرف مقابل مثبت یا منفی حالا بر دولت به عنوان طرف قضیه به ضررش بود و در این تفاهم نامه فریب خورده یا اصلا مردم فریب دادن، ولی فایده کنها کردن، ثمر کنها گرفتن ای است که امروز او تفاهم نامه سبب شده که در یک حد گسترده طالب ها در اونجا سربازگیری بکنن، ماین حفر بکنن به زمین. و پیشتر جناب بارس صاحب گفتن که پیشروی های ما به دلیلی که تمام زمین ماین فرش است به کندی پیش میره و مردم هم که ما با مردم بغلان با مردم دندغوری که در ارتباط شدیم یک تعداد به عنوان نماینده آمدن که یا به هر دلیلی که علاقه داشتن به طالب یا گروگان گرفته شدند، مردم عوام اونا خو زیر سلطه طالب حق ابراز نظر ندارن، اونا به گونه گروگان گرفته شدن که حرف خود گفتن نمیتونن، ولی امروز ما توانش میپردازیم. اما آقای تدبیر چند لحظه پیش اشاره کردن که این گونه تفاهم نامه ها در گذشته ها هم صورت گرفته بود، البته اشارهشان به حکومت های قبلی شاید بوده باشه و حالا این تفاهم نامه صورت گرفت و نتیجه های تقریبا داشت. ما گذشته ها را میگذاریم به جای خودش، گذشته های دور صلوات میگه ما، ولی گذشته که بسیار نزدیک است. ما امروز اینقدر زخم خونابه داریم و اینقدر برنامه کلان نظامی که در ولایت بغلان ما پیگیری کردیم برش لابی کردیم که بالاخره راه اندازی شوه و ستون پنجم هم فعال است که بخواد در هر مرحله از زمان ایره متوقف کنه، بهای امو تفاهم نامه است که ما میپردازیم. امروز اگر شما او حادثه خونین قندوز شاهد هستین، نقش دندغوری خیلی متبارز بود در حادثه قندوز و کسایی که در زمینه مسائل استخباراتیش تحقیق کردن دیدن که یکی از راههایی که تقویه میکرد جنگ در قندوز و حمایت میکرد راهی بود که از دندغوری به قندوز ارتباط داشت. بنابراین تفاهم نامه اگر بیشتر از این دوام میکرد، اگرچه تفاهم نامه خب به دلایل زیاد نقص شده، اونا نقص کردن. مثلا در اون تفاهم نامه مصطفیدا گفتن که دیگه طالب وجود نداره، طالب کار نداره، در حالی که عملا تصاویر وجود داره، ویدیوها وجود داره که طالب مثل وزیرستان در اونجا حکومت میکنن و به ساحات دولتی هم عمله کردن. او تفاهم نامه به اساس همون معاهده که خودشان کردن نقض است، ولی آنچه که ما بهایش میپردازیم این است که امروز ما متاسفانه افراد ملکی هم باید آسیب ببینه و نیروهای جنگی ما و یک هزینه بسیار کلان از بابتی باید پرداخته شود تا دندغوری تصفیه شود. بله آقای تدبیر، میپذیرید که اون تفاهم نامه دندغوری را به وزیرستان ثانی مبدل کرد و حالا بالاخره باید نیروهای امنیتی افغانستان عملیات تصاویر را اندازی کنند و نتیجه اون تفاهم نامه هم دقیقا سقوط قندوز بود؟ زدش فکر کنم اشی مخ په افغانستان کی دی پرور سم نظر ته احترام درم، ولی مخ په افغانستان کی له مسائل سره دوګونی برخورد لرو. دوګونی برخورد په دې معنی باندې چې مخ مسائل مختلف تعریفو، تعریف له مخسر دي مسائلو هغه کوری د افغانستان په نظام کې د غغغ سي دي پنځم ستون تر عنوان لاندې راپورت کیږي. مخ پنځم ستون نه تعریف او څوک دي پنځم ستون؟ یعنی څه شی ده دا پنځم ستون؟ ولې څوک نه تعریف وي؟ د قندوز د مسلې په هکله باندې زه یو څه شی د یو نظامي په حیث باندې ویلی سم، داسې تر اوسه په جهان کې مثال نشته چې چیرته د لس زره افراد په مدافع کې ووسی او دوه نیم سوه نفر دې تعرض وکړي او لس زره نفر دې تسلیم کړي. داسې نشي کېدی که دې فریور صاحب هدف له هغه پنځم ستون نه شي د داخل نه یې قندوز ته سقوط ورکړه، هغه یې زور سره موافق یم. ولی ما سوال دا ده چې په افغانستان کې هغه څه چې موږ ځینې متضرر یو، هغه موږ چې افغانان ځینې متضرر یو، موږ باید افغانان ونه ویشو؟ موږ حق دې نه لرو چې افغانان وویشو. قانون اساسي افغانستان چون افغانستان اساسی قانون د افغانستان مدني قانون د موږ هغه جوړښتونه چې لرو، زه ګورم په شمال کې خپل لرم، زه په جنوب کې خپل لرم، زه په غرب د افغانستان کې خپل لرم، زه په مرکز افغانستان کې خپلوان لرم، چې په هیڅ وجه له یو سره نسم جدا کېدی. ولی به اساسي خبره دا ده چې زه دا درته وایم چې یوه نړیواله جبهه چې له افغانانو سره کېږي، هغه څه چې افغانان باید ورته متوجه واوسي، قندوز او دندغوري، بدخشان، دا مخکل دې چې په وزیرستان باندې تبدیل شي، په وزیرستان تبدیل شوي وو د دغې د پاره شپه مخکل تفاهم نامه نبود که مشروعیت نه 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 زه
تفاهم نامه ډیر وروستۍ خبره ده. ګورئ د کندز سقوط د تفاهم نامې کړن او د اوسنۍ وضع شمال کې خصوصا په شمال شرق د افغانستان کې او یا په فاریاب او جوزجان کې کومه وضع چې روانه ده دا دقیقا له کنټرول د باندې نه ده. موږ په افغانستان په نظام کې ټول هغه مجاهدین چې پخوا جهاد کړی وو د ډاکټر نجیب او دغه نه مخکې رژیمونو په ضد باندې هغه ټول په دې لارو باندې بله دي چې دوی له کومې لارې نه اکمالېدل. دوی ته هغه ټول هر څه معلوم دي، خو هغه د خدای دپاره د افغانانو دپاره هغه څه چې حقیقت هغه نه یایي د افغانستان خلکو ته نه ښکارېږي. موږ دغه مشکل لرو چې په افغانستان کې علاول دیس احصائیگری نه لرو د افغانستان دښمن د افغانستان مخالف نه د افغانستان د نظام مخالف نه د افغانستان د خلکو مخالف نه تعریف نه لرو، بلکې په دې هم موږ د موږ پر اساسي تشویش هغه کرایي جنګیالی چې په سیمه کې وجود لري هغه څوک چې کرایه باندې اخیستل کېږي او هغه وقتاً په وقتاً خپله څیره بدلوي خپل سمت بدلوي او د پیسو او د امتیازاتو په خاطر باندې جنګیږي. موږ هغه جنګیالی چې تر څو پورې تصفیه نه کړو د موږ دپاره طالب چلنج نه ده. بله آقای تدبیر، چند از پیش آقای فریبر اشاره کردند که نتیجه اون تفاهمنامه ای بود که امروز مخالفان مسلح در کندز در اول عملیات تصفیه بالاخره مقاومت کردند، عملا سربازگیری میکردند، مهم گذاری کردند و همه کارها، میپذیرین؟ ګوري زه یو څه درته وایم چې په افغانستان کې د اوسنۍ جنگ دی هغه تعریف او یا په هغه باندې نظر ورکول دا دومره مغلق دي چې هر څوک نشي کولای په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي. زه دا اوس درته وایم دغه جنګونه مستقیما د دغو خبرو سره مناسبات لري چې دا اوس موږ له طالب سره په خبرو کې لګیا یو، موږ دا څلور طرفه خبرې چې چین او امریکا او افغانستان او پاکستان پکې شامل دي له دغو سره مستقیمې اړیکې لري، او دا چې د افغانستان د دولت له مخالفینو سره موږ بحث کوو، د دولت د مخالف تر عنوان لاندې چې موږ لرو، موږ په دې سیمه کې ولې د دولت مخالف زه تاسو ته له تریبون نه په مسؤلیت سره وایم چې د سبا طالب اوربند وکړي د موږ د افغانستان په شمال کې اوربند نه کړي. ځکه د افغانستان د پس حالا شما اشاره میکنید که ریشه جنگ شمال افغانستان چیز جای دیگر است. د افغانستان د شمال ریشه د افغانستان د جنگ د افغانانو په کنټرول کې نه ده. علت یې دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې تاسو ګورئ په افغانستان کې دغه جنګیالي چې نن د افغانستان په شمال خصوصا په شمال شرق کې موجود دي او په فاریاب او جوزجان کې موجود دي دا د څلوېښتو کالو جنګیالي دي. یعنی حالا نیروهای امنیتی افغانستان نمیتونه تون یا اون توانایی ندارد؟ نه په هیچ زدا اوس درته وایم هلته ټول جنگ سالاران حاکم دي. زه درته وایم چې تر اوسه هلته د افغانستان قانون حاکم نه ده. ولې موږ رښتیا نه یایو؟ ولې موږ سترګې پټوو؟ زه دا درته وایم چې د افغانستان په شمال کې د افغانستان په شمال شرق کې د افغانستان په شمال غرب کې تر اوسه پورې د افغانستان قانون حاکمیت نه لري. د افغانستان قانون حاکمیت ولې نه لري؟ هلته یو پولیس هلته یو قومندان د دې توانمندي نه لري چې دی واک په خلکو باندې وچلوي، بلکې هر څوک چې په هغه منطقه کې سالار ده، هغه څوک چې جنګ سالار ده، هغه په حقیقت کې په خپله قانون هم ده، په خپله مدنیت هم ده، په خپله دی مجاهد هم ده، او په خپله دی یعنی کوزګر او ګیلې کوزه ټول هر څه دی. بله د دغو افرادو اشخاصو د تصفیه په خاطر باندې د یغود راټولولو په خاطر باندې قانوني در شمال شرق طالبان تهدید نیست بلکه افراد جنگ سالار به عقید شما تهدید است. طالب معلوم تهدید ده، هغه تهدید چې مخته معلوم ده هغه د موږ لپاره مشکل نه ده. له هغه سره کولی شي د افغانستان نظامي ځواک وجنګېږي، د هغه دفاع کېدی شي چې په اپراسیونونو کې عملیات ترحریزي شي او د هغو ضد عملیات وشي، ولې هغه دښمن چې کندز ته یې سقوط ورکړه هغه څه نامعلوم دښمن ده، هغه څه چې هغه په کرایه باندې د پیسو په مقابل کې یو ښار ته سقوط ورکوي یا یوې سیمې ته سقوط ورکوي، هغه ننګونه ده لویه د افغانستان د نظام دپاره او د افغانستان د خلکو دپاره. په دغه علت باندې دا چې موږ نه توانېږو په دې باندې چې په یقین ګورئ دا ډنډ غوري طالب دې پسې واخېست، ډنډ غوري نه په کندز نه ووځي، د کندز نه پسې اخلي په سمنګار نه ووځي، د سمنګار نه پسې اخلي مزار ته ځي، بالاخره فاریاب ته ځي. دغه دشت څوک نشي مهارولی. بینده های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه این برنامه همچنان ادامه دارد. با ادامه برنامه نگرش خوش آمدید آقای فریور. حالا همه از ستون پنجم یاد میکنه، شما چند از پیش اشاره کردین که ستون پنجم نمیگذاشت که عملیات تصحیحی در بغلان را انجام شود و در سقوط کندز هم شما اشاره کردین که ستون پنجم نقش داشت و راه های بالاخره تریزی و برنامهش در تقریبا یا حمایت از دندغوری میشد. بفرما یک تعریف از ستون پنجم بخیم شما داشته باشیم. اگر به زبان خیلی ساده بگویم، ستون پنجم او افرادی است که
نکتایش از ما کرده محکمتر میبنده و دروازه های امنیتی خوبتر برویش باز است و به تمام ادارات دولتی رفته میتونه، ولی سر و کارش به جای دیگه است که ما همیشه از او شکایت داریم، ما همیشه از او درد میکشیم. یک به گونه تعادل حفظ میکنه، تعادل ماجرا را به گونه حفظ میکنه تا بقای خودش حفظ باشه. و در سقوط کندوز و حالا در عملیات دند و غوری هم دقیقاً اینا نقش دارن و نمیگذاشتن که راه اندازی شوه. پیشتر آقای تدبیر یک اشاره خیلی خوبی داشتن. ما مسئله ارتباط جنگ قندوز با دهنه دند و غوری گفتم و یک دلیلی که چی میتونه در قندوز سبب شوه که به این ماجرا برسه دقیقا نمی است که یک برنامه راهبردی بزرگ ساخته میشه برای سقوط قندوز و کسای در داخل نظام همکاری میکنن، حمایت میکنن تا 250 نفر به 10,000 نیروی امنیتی را به حاشیه ببره. ولی در این راهبردی، در این برنامه راهبردی اتو سنجیده شد که اگر شما قندوز بگیرین و راه بغلان و قندوز مسدود نباشه، شما به هیچ وجه یک روزم دوام نمیارین. بنابراین در این برنامه راهبردی به گونه سنجیده شد که باید دند غوری را تحت یک فرمان خیلی چیز دولتی و قانونی که مردمان بپذیرش به تفاهم برسن تا ما بتونیم اجاره حفظ بکنیم و راه ها را بمندیم. شما دیدین که عملا وقتی نیروها رفتن راه قندوز از چندین جا از چندین منطقه بند شده بود و نیروهای امنیتی چند روز مرصوف پرکوری بود. پس حالا بازم بالای عملیات تصفیوی دندغوری بیاییم، این عملیات تصفیوی دندغوری میتونه نقطه پایان برای فعالیت های مخالفان مسلح دولت افغانستان که همان و طالبان از در اونجا داشته باشه یا بگذارد؟ متاسفانه اگر کوتاه بگیم نه، به دلیل از اینکه وقت مخالف می با یک برنامه کلان با یک ساحه کار میکنه، حتی اگر ساحه تصفیه هم شوه، شما بارقه های او را که سوا خودش ارتشان میته مثل کرمک شبتاب در هر جای او باقی میمانم. و دیدگاه شبکه جامعه مدنی ای بود که شما بیاد دارین که پیش از اتفاق قندوز با دند غوری جنگ وجود داشت، ولی جنگی که ما نتیجه ندیدیم، یک جنگی که برنامه نداشت و جنگی که بیشتر مردم عوام صدمه دید. ای بار شبکه به ولایت بغلان به شخص والی صاحب که یکی از کسایی است که خیلی علاقه داشت که مسئله امنیتی بغلان روی کار گرفته شود تا اگر امنیت نباشه برنامه دیگه تدبیر کنه. این دقیقا مسئولیتش است. حالا متاسفانه کسای دیگه هم وجود داشت که مسئولیت خود اجرا نکردن، یک کوه از کار بر کسی دیگه گذاشتن که بیان اونا آرام کنن. به این خاطر میگم اگر هر کس مسئولیتشان رو بپذیره، خب امروز دنیا گل گلزار است. بنان شبکه از این طرفشان حمایت کرد، ولی یک موقف نامه رم به ولایت پیشکش کرد که 89 شماره داشت. از جمله او 89 مورد، چند موردش ای بود که اگر این جنگ مثل جنگ گذشته باشه ما باش موافقت نداریم، جنگی که مردم صدمه ببینه و جنگی که دولت دستاورد نداشته باشه. دوم، اگر در جنگ مردم عامه آسیب میبینه، زنها و اطفال آسیب میبینه، این جنگ به نفع ولایت بغلان نیست. و اگر جنگ ساحه تصفیه میشه و گزینه برای حفظ وجود نداره، بنان اصلا هزینه ها رو به مصرف نرسانن، اصلا سرباز و پلیس ما رو به شهادت نرسانن و مردم عام هم بیجا و بیچاره نسازن. بنان وقتی تصفیه میشه، حرکت بعدی چیز برای حفظ وجوها که برای تمام موارد طرح داشتن و جمع چند مورد دیگه که ما گفتیم. بران تفاوت این عملیات با عملیات گذشته در تمام جهان وجود داره. یعنی شما به نتیجه این عملیات شما امیدوار هستین؟ عملیاتی که تقریبا ازش کمتر از 20 ساعت گذشته تا این لحظه بله، به دلیل از اینکه پیشرفت هم خوب وجود داشته و متوجه آسیب رسانی هایی که به مردم میشه او هم توجه دارن و از طرف دیگه برنامه شده روی یک نقشه کار میکنن. پیشتر والی صاحب اشاره کردن که دلیلی که ما پیشرفت نداریم این است که ما متوجه مردم هستیم که از مردم سپر ساختن و دلیل دیگه ایست که تمام زمین ها ماین فرش است. ما باید به گونه حرکت بکنیم که کمتر شهید و زخمی داشته باشند. بله آقای تدبیر، میپذیرین که این بار برنامه وجود دارد به خاطر تصفیه دندغوری؟ حرف را که آقای والی چند لحظه پیش اشاره کرد؟ گوری تروس پوری هم برنامه وجود دارد.
زما مخکې ارزو کړ تر څو پورې ستاسې دې خبرې ته توجه ونه کړئ چې د چیرک تمځای پیدا نه کړي. دا اصول دی د چیرکي جنګونو چې چیرکي جنګیالۍ ځان دپاره جای پیدا کوي، د تښتې یو ځای لري، د مخفي کېدو دپاره یو ځای لري، او د ده د اکمال دپاره هلته چې د ده زخمي ځي، هلته چې ده ته دوا رارسېږي، هلته چې ده ته ډوډۍ اکمالېږي. په جنګ کې تر ټولو مهم شی لوژستیکي اکمالات دي. لوژستیکي اکمالاتو کې په جنګ کې د جنګیالي تداوي، د هغه د زخمي انتقال په وخت سره، او هغه ته په وخت سره د وسلې او مهماتو رسول، او د جنګیالي د ډوډۍ رسول، دا تر ټولو هغه مهم عنصر دي چې په جنګ کې هغه ته باید ډېره زیاته توجه وشي. ګورئ، موږ په بغلان کې یو نظامي قوت لرو، فرضاً موږ 15,000 نفره. دا 15,000 نفره موږ حداقل که په دې جنګي په حیث باندې د 2,000 مخالف مقابل کې باید 15,000 نفر موږ په عملیاتو کې شامل کړو، عملیات وکړو، ځکه موږ تعرضي عملیات کوو. په تعرضي عملیاتو کې د تا قوت باید د دښمن د قوت دوه برابر وي. دغه 2,000 طالب یا دا 2,000 مخالف یا دا 2,000 جنګیالی، هر څوک چې ده، دا له کومې مرجع نه اکمالیږي؟ دغه مرجع ولې څوک نه افشا کوي؟ ولې چاته نه ده معلومه تر اوسه پورې چې دا له کومې لارې نه راځي؟ آیا معلوم نیست یا اینکه نمیخوان افشا کنن؟ زه داسې فکر کوم چې دا امکان نه لري. موږ ته معلوم دي ډېر شیان، خو د افغانستان له خلکو سره، نظامیانو سره، یا حداقل له عسکر قومندان د ټولي او له قومندان د کنډک سره نه شریکېږي. په لویه کچه شاید باریس صاحب ته معلوم وي، شاید د دوستانو ته معلوم وي چې دا له کومې جنې اکمالېږي. ولې د افغانستان د دولت اوسنی د سیاست ایجاب داسې ده چې راځئ موږ د سولې په خوا باندې قدم وږدو، او موږ د اوس دپاره هغه مسایل چې هغه ډېر تخریشي دي، هغه مسایل چې د موږ دا د سولې پروسه ننګوي، له هغو نه ډډه وکړو. خو په دې برسېره زه دا په مسؤلیت درته وایم چې په همدغه شمال کې، د همدغه ډونډیغوري په شاوخوا کې ستا څوک چې دا اکمالات کوي. هغه دولتي مخالفین دي که هغه د نظام داخل خلق دي، او یا بل څوک دي چې اکمالات ورته کیږي. آقای تدبیر، به طرفای چند لحظه پیش شما ممدقین، شما چند لحظه پیش اشاره کردین که تفاهمنامه تا اندازه نتیجه هم داشت. هرگاه نتیجه داشت در دندغوری، پس چرا حکومت افغانستان حالا عملیات تصفیوی را در دندغوری را اندازی میکنن؟ ما مخکی عرض وکړه، مخکی حقیقت کې د افغانستان په نظام کې هماهنګي وجود نه لري. هغه څه چې موږ د جنګ په باب باندې هماهنګ اوسو، هغه څه چې موږ د سولې په باب باندې هماهنګ اوسو، هغه د افغانستان کې یو تلاش روان ده چې په ډېر تعصب سره د افغانستان د سولې پروسه تخریشوي، نه پرېږدي چې د افغانانو ترمنځ سوله وشي، نه پرېږدي چې د افغانستان مخالف د دولت ته راشي، د افغانستان په نظام کې شامل شي، بلکې دغسې افراد او اشخاص وجود لري په افغانستان کې، د افغانستان په داخل کې، چې هغه د خپلو ګټو په خاطر باندې د افغانستان د سولې پروسې مخالفت کوي. حالا برای مخالفان بیم، دخن مخالفان مسلح استقلالیت عمل دارن که تصمیم میگیرن بیاین در میز مذاکره با دولت مردان افغانستان بشینن؟ په تیر تیر سلویخ کاله کې په افغانستان کې یو جنګیالی هم بدون له داخل د نظام استقلالیت نه درلود، بلکې دا ټول جنګیالي په تیر سلویخ کاله کې جنګېدلي دي، د دې ټولو استاد یو ده. تنها دا پروسی دي چې زه درته وایم چې نن ما بالاپوش اغوستی، تاسې برنامې ته راغلی یم، زه ورته ګورم رنګ یې تور ده. دغه بالاپوش سبا ما ته رابدروي دي، دغه رنګ داسې لکه د پرور صاحب د بالاپوش. دغه پروژې دي چې تبدیلیي وروره د مجاهد پروژه یې ترسیم کړه، رسم یې کړه، جوړه یې کړه، د هغه یې په طالب بدله کړه. طالب نن په داعش باندې بدلېږي، سبا کېدای شي داعش په کومه بله بلا باندې بدل شي. خو تر ټولو مهمه خبره دغه ده، د ما عرض دا ده چې د افغانستان خلک دي یو شي ته ډېره زیاته توجه وکړي. هغه څوک چې د خپلو ګټو د ساتلو په خاطر باندې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، هغه څوک چې په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو په خاطر باندې د افغانستان د سولې پروسې سبوتاژوي، او هغه په افغانستان کې د افغانستان نظام، د افغانستان خلکو، او د افغانستان استخباراتي ادارو ته ټول معلوم دي چې څوک دا کار کوي. پس چرا حالا مردم افغانستان، دولت افغانستان، به خصوص حالا حکومت، مشخصا ادارات استخباراتي دست به اقدام نمی شود، اونها را به نوع از اونها بازداشت نمی کنند؟ د ما برداشت دا چې هغه خلک په پیاوړي موقف کې دي، د دوی موقف تر یو حده پورې قوي ده، او هغه د خپلو ګټو د ساتلو ګوري. په تیر 15 کاله کې په افغانستان کې تر اوسه پورې د سیګار د راپورونو بنیاد باندې 200 میلیارد ډالر حمل شوي دي. د دغو ګټو د ساتلو په خاطر باندې په ټول قوت سره به دا خلک تلاش وکړي
چې د دې افغانستان سولې پروسه کې ماضی کې سبوتاج کې او د هغې په مقابل کې استادګي وکړي. کله به شرطونه نه مني، کله به نوي شرطونه راباسي، او کله به هغه څه چې د افغانستان د خلکو ارزو ده د هغې په مخالفت باندې فشار اچوي. آیا راه اندازی همچو عملیات حالا در دهنه غوري ولایت بغلان راه اندازی شده ما میتونیم به هدف خود برسیم؟ غوري که دا عملیات د هلمند عملیاتو ته، که دا عملیات د فاریاب عملیاتو ته، یا د جوزجان عملیاتو ته، یا د کوهستاناتو عملیاتو ته، یا د بادغس عملیاتو ته ورته وي، موږ د دې نه دلخوا نتیجه نسو لرلی. په علت دې باندې چې موږ ځو پیشرفت کوو، تر یوه حده پورې له مخالف سره جنګیږو، بېرته په شا باندې راځو، په عوض د دې چې هغه سیمه وساتلی سو، په عوض د دې چې خپل قوت وسنجوو او سنجش یې کړو دقیق چې موږ هلته څومره پوستې پرازولی شو د سیمې دپاره، د موږ ضرورتونه څه دي، د هغو اکمالات به هوایی کېږي که به زمیني کېږي، داسې موږ حاکمې نقطې په هر ولایت کې تشخیص کړو، په هغه باندې پوستې افراز کړو، داسې موږ د لویو ښارو دپاره کمربندونه افراز کړو. په دغه باندې تر اوسه پورې چا کار نه دی کړی. هغه ګارنیزونونه چې په ابتدا کې د افغانستان نوي ولسمشر طرحه ورکړه د ګارنیزونونو د جوړولو دپاره، که په هر ولایت کې په کابل کې ګارنیزون جوړ سه، ګارنیزون معنا دا ده چې ته هغه ښار د ځینو نظامي قوتونو لخوا کور کېږي او قلا ورته جوړېږي نظامي، او دغه وظیفه د ګارنیزون ده. دغه افراط پریس دا تاسې په ښار کې ګورئ، دغه نابسامانی چې تاسې په ښار کې ګورئ، د ترافیکو د سیستم نه رانیولې بیا تر هر څه پورې، که هغه قیمتونه دي، که هغه ترافیک دي، زه داسې فکر کوم چې که څوک ګارنیزون جوړوي، ګارنیزون ته به وړاندې له دې چې ګارنیزون ته جوړ کړي، ګارنیزون ته به دا صلاحیتونه مشخص کوي چې ته د څه شي مسؤلیت لرې، ته د افرادو اشخاصو د تلاشۍ، د هغو د درونې، د پوستو د افرازولو، د کابل د دروازو د ساتنې، د کمربندونو د افرازولو، د ترافیکو په سیستم که مداخله کول، هر چیرې چې تا ته د امنیت په ضد باندې حرکت په نظر درځي، د هغه د پاره ته باید سیارې ګزمې ولرې او افراد و اشخاص دې موظف وي تر څو وکولی شي دا مسایل کنټرول. تشکر آقای فریبر. حالا تنها و تنها تهدید برای شمال، شمال شرق و شمال غرب تنها و تنها دهنه غوری است یا بعضی مناطق و قریه های دیگر هم یا ولسوالی های دیگر هم در ولایت بغلان هست که باید اونجا همچو عملیات ها که بقیده شما نتیجه موثر خواهد داشت راه اندازی شود؟ خب تا جایی که من معلومات دارم این عملیات تنها به خاطر تصفیه دند غوری نیست. ما دو ولسوالی دیگه هم داریم که شدیداً متضرر است از این باعث، ولسوالی تاله و برفک است و ولسوالی برکه است که بله. با وجودی که از مرکز شهر دور هستند چون به سرک نزدیک نیستند، بیشتر همو سر و صداشون شنیده نمیشه، ولی شدیداً او ساحات امنیت تهدید میکنه از این بابت و دولت برنامه داره که در کل ولایت بغلان چی داشته باشه. یک برنامه، ما یک حرف کوچک در پیوان به موضوعی که تدبیر صاحب اشاره کردن بگویم، که بیشتر بحث همین بود که یک برنامه کلی کلان و فراگیره که بتونه مشکل ریشه‌کن بکنم. بله، حکایت کوچک یادم آمد که دانشمند میخواست به خاطر نجات بشریت کتاب بنویسه، یک طرح داشته باشه و هر روز در کنار ساحل میرفت، ورق مچاله میکرد و پاره میکرد و به دریا منداخت و او طرح نمیامد. یک کس را دید که در امتداد ساحل میده و هر از گاهی سر خود پاهان میکنه و چیز را ساحل میگیره به دریا مندازه. رفت کنجکاوی شد ببینه که چی کار میکنم. دید که یادم ستاره های دریایی را که وقتی موج به ساحل میزنه پس به دریا پرتاب میکنه. برش میگه او مرد خدا، خود انرژی تا به مصرف میرسانی، وقت تلف میکنی، در این طول دریا چقدر ستاره های دریایی به ساحل علاق میشن، تو به خاطر یکتا و دوتا وقت تضایع میکنی، باید یک فکری بکنی که چطور میتونی ستاره های دریایی کلشن رو جمع کنی. یادم همین ساعت موج میه و پایش میخوره، دوتا ستاره دریایی پیش پایش میفته، سر خود پان میکنه به دریا میندازه، میگه که حداقل دو تا رو نجات دادم. حالا راه اندازی عملیات ها ما، ما در افغانستان نمیتونیم برای فعلا به او مدینه فاضلی فکر بکنیم که افغانستان شاید اگر دیگر به این قرن برسیم ما چند قرن بعد میرسیم. نه، اگر ما درد به زیر گلوی ما میرسه، چاقو به زیر گلوی ما میرسه، اگر این ما یک وجب دو متر پس میزنیم باز هم دو ساعت بر زندگی داریم. حداقل مردم بغلان که فعلا شدیداً از این وضعیت عذاب میکشن و شب روز خواب ندارن، با آرامش میرسن، حداقل کمک میکنه به امنیت شمال و شمال شرق تا شروع فصل تازه. و ما میخواهیم که پایان جنگ صلح باشه
ما میخواهیم که بله دقیقاً فلسفه جنگ هم این است. بالکل پایان جنگ صلح هست، ما طرفدار گفتگو هستیم، ولی از موضع ضعیفی که فعلا دولت برخورد میکنه نه، از یک موقع بسیار قوی به دهان کسایی بزنن که بالاخره امنیت خراب میکنن، ولی پشت میز صلح هم بشن و باشم صحبت بله. کنم آقای تدبیر، راه اندازی هم چه عملیات ها حداقل دو ساعت یا بالاخره تا یک فصل برای ما میتونه مهلت زندگی آرام کردن بدهد؟ گوری مخکل دیستا دی عملیاتو یادوارم که او دی غار زیابی او که در سوش پریور سی بیایی دی دیو فامیل دیو کور دی نجات خبر که او دی بغلانیان دی نجات خبر که. اما دقیقا امی فامیل ها نیست که جامعه را میسازه؟ دی مارز داده چی هغا چوک چی دی افغانستان پا نظام که دی، هغا چوک چی دی افغانستان پا اردو که دی، هغا چوک چی دی افغانستان پا پلیسو که دی، هغا چوک چی دی افغانستان پا دولتی امنیت که دی، دام دی افغانی هم بچان دی. هر اورز دی یو چا بیول دی حقو پسر بانی قیمار و حل او برتا بیاراتک دی دی پار است دغ دی پار دام انتیق ولری شز خلق و تنجاتور کوم دا دقیق نه ده. دقیق خبره داده چی دی بغلان والی څو مسایلو ته د منطقي د امیر په حیث باندې او د یو نظامي په حیث باندې کله چې د یو نظامي جلسې ته ورځي ده باید څو مسایلو ته جدي توجه درلودلی. بسیار کوته بفرمایئ. اول تفکیق د قواو باندې سوی وای، هغه قوت چې موږ یې لرو، هغه قوت چې مخالف یې لري، هغه امکانات چې موږ لرو چې موږ څنګه کولی شو ماینونه شنډ کړو، دوی په ټوله سیمه کې ماینونه کرلي دي پریور صاحب په قول باندې، د هغو د په اصلاح باندې د ماینینګ دپاره موږ انجینري قوتونه لرو که نه لرو، موږ زریدار ملاتړ لرو که نه لرو، موږ هوایي ملاتړ لرو که نه لرو، موږ توپچي ملاتړ لرو که نه لرو، او که موږ ته نه یو کلاشنکوب اخیستی دی یو طالب شکل باندې زه هم دی یو مخالف. اما شما چند از پیش اشاره کردین که در خلال جنگ چریکی نیاز به توپ و تانک و طیاره اینها ګورې، هغه دا خو د دولت د مخالف خبره ده، دولت مخالف شریک ده، د تا اردو خو شریک نه ده، د تا اردو خو عملیات هغه نظامي مسلکي عملیات کوي. حالا سوالیه های برای تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان هم وجود دارد، پس شما اشاره میکنید تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان آنچنانی که تجهیز باید شوند که نشدن دیگر عملیات راه اندازی نکنند؟ ما دو کاله مخکې د تاسې له میز نه دا خبره کړې ده چې د افغانستان اردو که چېرته د افغانستان اردو اکمال نشي او دا نظامي انتقال وشي او یا له هغه نه علاوه ډېر لوی عملیاتونه لکه په هلمند کې سره اندازي کېږي یا په شمال کې چې تاسې ولیدل سره اندازي شو، دغسې عملیات د افغان د بچیانو په سر باندې قمار وهل دي. له یوې خوا د تا عسکر، د تا سرباز، د تا ساتنمن او د تا افسر وزل کېږي، له بلې خوا د تا بېګناه بچی په کلي از در شرایط کنونی را اندازی همچه عملیات ها نتیجه چنانی نخواهد داشت. دلخواه نتیجه نه لری. ما زده فکر کنم اش عملیات باید دقیق دلوی اپراسیون لخاطر هستی او هغه دی پارا پسیمه که دی قوی تطبیق تبکیک او بل دی سمه که دی اصلی دکمن پیزندنه تر طول مهم شد. بله تشکر آقای فریبر. حرف مایی است که در جنگ الوا تقسیم نمیشه و برقراری امنیت مسئولیت دولت است. بحث های عاطفی که کی به کجا اوگار میشه و کی به کجا زخمی میشه این بحث جدا است، ولی بحث عقلی و منطقی است که دولت مسئولیت داره امنیت بر مردم بیاره. از کدام راه میاره، از راه جنگ یا از راه صلح؟ ما منتظر او هستیم. اولین مسئولیت شنمیس از دولت که اول هم بچه خود که به جنگ میپرسته باید او را آماده بسازه، کمر از او را دقیق بسته کنه و بعد از او برش بگه یک برو بچه مخیر بری. نیروهای امنیتی ما اینا آمادگی کردن با تمام تدابیر و برنامه آمدن به بغلان جنگ میکنن، بر حسب تصادف نامدن و دهان بر شما چند روز پیش شما چند روز پیش از امون نیروها شاهد هستین که در میدان کندوز گریان میکرد که برای ما قوت میرسه، ما عسکر هستیم، 50 نفر بند هستیم، نان نیست، گشنه هستیم، تفنگ نیست پیش ما، سلاح ما ختم است، برای ما اکمالات نمیشه. یعنی میرا ما خود تردوی ما است بدون طلوع شاهد هستیم، در حالی که به نمی تور مسائل باید به صورت قطعی میدیا نباشه، اینمی چیز باید کوریج نشوه، اینمی عملیاتی که اردوی افغانستان میکنه. تشکر آقای تدبیر و آقای فریبر از حضورتون در بحث ما. بینده های عزیز تشکر از شما هم، تا برنامه بعد شما را بر لایبی نیاز میسپارم.